قهوه دالامانه دقیقاً راستش نمیدونم، ولی یک شهر بسیار زیبا، شهر بسیار توریستی. علیرضا چه هتل کوچولوی قشنگی. خیلی قشنگی. بوتیک هتل یعنی فکر کنم یه خانواده جد یا دو تا. تقریبا این هتل کوچولو شده. واقعا زیباست، واقعا زیباست. این ایراج درخت چیه؟ اینا لیموه دیگه. لیموه. آره. اینم که درخت انجیره. اینم که انجیر، انجیر زیبا. به به به، گل و گل گل و سرسبزی و زیبایی و سگ. مرحبا. آره. زندگی آرامی دارن علی رضا. حالا چه توریست چه ساکن اینجا واقعا در آرامش. این چندتونم واقعا یه بار صدای بوق ماشین رو نشنیدم. نشنیدیم واقعا. صدای طبیعت، صدای خروس و سگ و پرنده و شهر کوچیکی هم نیست. نه بزرگه، اینطوری که داریم میبینیم واقعا بزرگه. و اون بنای تاریخی که ما علی رضا راستش من از اینجا رد میشدیم این میواره دیدم یه حواس کردم بریم نزدیک ببینیم چیه. برو آلوه چیه، چقدر زیبا. اوه آلوه، آلو و جالبه که کسی هم از اینا برداشت نکرده. اما ما یه افتتاح میزنیم ببینیم چیه. آره. هنوز به طور کامل نرسیده. ما حالا نوبرش میزنیم. ما نوبر پرست کلن نوبر دوستانیم. به به بسیاره. این شهر در واقع این اثر تاریخی باعث شده که این همه گردشگر میان. یک معبد کهن که در واقع توریست های زیادی رو جذب خودش کرده از سراسر دنیا، از سراسر اروپا. عجبه ما نمیدونستیم وقتی اینجا اومدیم این جای تاریخی زیبا رو دیدیم. تازه ما شده شدیم چرا مردم اینجا میان. چون اگه اصلا یکی دلیلی که میان به خاطر دیدن این مواقع زیبایی که در دل کوه در واقع کندکاری شده. علی رضا یعنی ببین اینه، یعنی یک صبحانه با همین مخلفات 200 لیر برای خب برای یه نفر یا برای نه دیگه. اینجا نوشته، اینجا اولا نوشته کوی کابالتسی. خب. یعنی این که صبحانه یه روستایی. آها. و این که کشی باشی اکیوستله، یعنی برای هر نفر 200. حالا این که شامل چیه؟ خب دیگه اینها در واقع همون پنیر و زیتون و کره و انواع اقسام غذاهای محلی که در اینجا یافت میشه و اصل و گوجه فرنگی و هنو شکل در صبحانه های در واقع رستورانی مرسومه. منتها اینها اومدن به خاطر اینکه جذابترش بکنن گفتن کوی کاوالتسی. کوی کاوالتسی یعنی که همون در واقع صبحانه روستا در کنار این اثر تاریخی. بله. بیاد اینم درخت موزه. آره اینم موزه. موزه یعنی به اینجا به خاطر اون نوع آب و هوایی که داره از نجیم میگیری موز هم اینجا حتما پرورش پیدا میکنه. و بستنی انواع بستنی ها. آره انواع اقسام بستنی های میوه ای که در حال همه جا هست. اینجا هم خب طبیعتا این جای توریستیه. ولی رضا چه کافه‌های قشنگی. خیلی یعنی چه ورودی‌های قشنگی و چه فضاهای جالبی اینجا هست. بسیار زیبا.
یه تزیین و گلارایی خیلی قشنگ و یک محوطه بسیار. اصلا لوکیشن واقعا از اینجا چی ویوی داره عکس بگیریم مریضم. یعنی همین واقعا من ایرش همینجوری این سوالها بدونیم که در واقع این مناطق رو بشناسیم اتفاقی را افتدیم بودیم چپس پیشه های این شهر شدیم و جاهای بسیار زیبایی رو کشف کردیم. جای همه تو خالیه چقدر سرسبزه و میوه توش یاده اما اصلا رو میبانه دارن و چقدر قشنگی کردن خیلی با صدیقه خیلی چه گلای قشنگی چه حیات و پارکینگ زیبایی سرشار از آرامش بسیار سلام بسیار نزیر داره آره عکس بگیریم عکس بگیریم چرا که نه یوز نمره واقعا علیرضا مثلا صرف یک وعده خوراکی تو این لوکیشن ها خیلی تأثیر گذاره تو روحی آدم. خیلی و اینکه یک اکثرا هم یک طرفش یکونه است فکر کنید مثلا طرف اونجا نشسته یک صبحانه رو بخواد میل بکنه یک نهاری یا یک شام رو بکنه در یک چنین فضایی دیگه خودت که تو این فضاها طبیعتا بودی بیدونه چه تأثیر بزرگی توی ریلکس شدن بوده واقعا آره عالیه. سالا همین امارت خیلی قدیمیه پنجره‌هاش چوبیه
بیش از 50 سال شده. حالا اگر بیشتر هم نباشه حتی هم نباشه گربه هرم گربه هرم میو پیشی یعنی تو این شهر گردشگر موج میزنه. فکر کنم یکی از پر رونق ترین شهرهای توریستی در واقع استان آنتالیاس دالامان، استان مولا، شهر مولا و فوق العاده است. یعنی هر گوشه اینجا شما یه چیز جالبی رو میبینید قطعا. بعد چه رستوران هایی با چه ویو هایی، مثلا این رستوران رو نگاه کنید واقعا ویو معرکه‌ای داره. اون اثر تاریخی رو شما میبینی و میتونی اینجا یه غذایی بخوری. همجوری هم که میبینید گردشگرای زیادی اینجا در واقع میان و لذت میبرن از زندگیشون. یا حالا همه خیابونی که توشی ما دیرد اینجا کجاست؟ آره بریم پیش اون آقایی که کلاه داره یکم باش صحبت کنیم علی رضا. اون اصلا برای جذب توریسته. آره یکم باش حرف بزنیم. I am Iranian. Bu yemekler nedir? Yemekler mi? Vallahi. Burası yabancı mutfak. Bu İsveç köftesi. Bunlar zaten Encilada. Yabancı bunlar da Türk yemekleri. Kebap, Adana. Her şey var. Pizza var, kids menu. Bal, balik. Balik, her şey var. Siz buraya tatile mi geldiniz? Evet. Otel BC Otel. BC Otel çok güzel, çok güzel, çok güzel. Eyvallah kardeşim. Rica ederim. İyi akşamlar. Ben de memnunum. İyi akşamlar. Sağ olasın. Çevre konuşmayı süper mardım. Şeydi, şeydi. Mesela en tez bir cikaye şehri turisti. حالا اونجاهایی که ما رفتیم که خیلی شهر هم رفتیم یکی از بزرگترین ویژگی‌هاش همین برخورد و خوب مردمه. یعنی چقدر قشنگ این به اصطلاح حالا میگن یابانجی ها یا همین خارجی ها رو پذیرفتن و چقدر زیبا. بیا که فکر کنم از اینجا باید بریم. از اینجا بریم چه خیابان قشنگ گلی بزن اینجا از این بریم از اینجا بریم که بریم بریم اونجا هم قشنگ بسیار قشنگ دیزاین کردن شهر رو. حالا من میخواستم استدای این که خیلی شهر اروپایی رو مثلا به کار ببرم ولی ببینید چقدر زیباست که خود اروپایی ها، امریکایی ها، بله. از کانادا، از خیلی استرالیا، از جاهای مختلف میان به ترکیه و از این شهرها دیدن میکنن. این نشون داره که جاذبه های و تاریخی و گردشگری بسیاری در اینجا وجود داره. حالا غیر از این که حالا این بحث چهار فصل بودن ترکیه لازم وضعیت آب هوایی اون تبدیل بسیار بهتری که اینجا هست و در هیچ جای دیگری بنابرای گفته خود همین خارجی هایی که اینجا در واقع میان و گاهی ما باهاشون صحبت میکنیم میگن ما در هیچ جا ندیدیم همچین طبیعتی. الان این یک پیاده روی در واقع ساحلی هست که چشمنداز اون آثار تاریخی مشرف بر این دریاچه رو ما داریم میبینیم و مردمی که از سراسر جهان به اینجا اومدن تو هتل ها مستقر شدن و به هر حال غروب میان اینجا هم توی کافه ها میشینن قهوه میخورن چای میخورن با همسرشون با خانوادهشون ساعت بسیار خوبی رو ایجاد میکنن و هم
ببینید کافه ها پر از گردشگره، خب این یعنی درآمد. بله خیلی ارزون. اصلا میگن مفته. مفت بابا. چه هتل ها؟ هتل شما فکر چی بهش میگن قیمتی رو داره و اصلا برای خود این دوستان غیر قابل باوره. الان تو نگاه کنی زی چشماندازو واقعا بسیار زیباست، یعنی آدم روحش شادش اصلا روحش تازه میشه. این آقا رو با این سگش یعنی یه پیاده روی ساحلی بسیار خوش آب و هوا، بسیار آرام، با گردشگرهایی با لباسهای رنگی و روشن و شاد و لبخند بر لب و آره آهن دارن زندگی میکنن. علی رضا یه مقدار بریم اونجا ببینیم این اثر تاریخی از این زاویه به چه شکلی هست. ببین این نقش، ببین خیلی جالبه. مثلا ما داریم فکر میکنیم که اینها اون موقعی را چجوری اینجا میرفتن. آره رفت آمدشون. آره البته ما فعلا نتونستیم اون طرف خودمون بریم، سخت رفتن. آره. من نمیدونیم ولی جای سوال همچنان باقی است. موقعی با تجربه امکاناتی که اینجا وجود داشته از این تپه چجوری مثلا میشستم برم بالا و اونجا. حالا مثل معبد میمونه این داشته. آره معبده اصلا مشخصه که آره. جای مخصوص برپایی مراسم خاصی بوده اینجا، یعنی شهر نبود، شهر نبود، سکونت نیست، مشخصه. بعد چقدر زحمت کشیدن در دل کوه سنگ و اینجوری تراشیدن. ببینی چقدر قشنگیرش. من فکر نمی کنم الان یک استاد حاضر بیم که پیکر تخشی هم کرده و کار مجسمه سازی هم انجام داده در زمان حاضر بتونی یه همچین چیزای شیک و قشنگی رو ایجاد بکنه. و چه قایق‌هایی که میبرن گردشگرها رو به مناطق مختلف. بریم طرف چه خبره؟ زمانی شاید بگم 20 سال پیش تو حوزه گردشگری هم به هر حال مستند می ساختم، می گفتن هر سه گردشگر خارجی که به یک کشوری بیان 10 تا شغل ایجاد میکنه. اون موقع 20 سال پیش. ولی الان فکر کنم چرخه اشتغال زایی صنعت توریسم خیلی بیشتر از این هست. خب اگه شما این رو در نظر بگیرید کشور ترکیه منابع مثلا نفت و گاز و یا معادن مختلف ها اگر هم داشته باشه، مثلا فکر کنید اون چه که ما دیدیم بیشتر معدن سنگ. بله. و اون چه که صادر میکنن هم بخش عظیم میشه از اون همون معدن سنگ. بله. اون چه که ما دیدیم و اون چه که قابل بحثه. ولی تمام درآمد دولت و مردم این کشور بیشتر از همین صنعت گردشگریه. واقعا چیز دیگری نداره. کما اینکه توی اون دو سالی که بحث کرونا بود خیلی کشور ترکیه با مشکلات بزرگی اقتصادی مواجه شده. مشکلات اقتصادی رو سوجی در میکرد که حالا که اون تموم شد حالا یواش یواش دوباره توی یه حدی داری جبران میشه. قایقای تفریحی هم اگه بگیم اون دارم بگیری این چقدر زیاده اینجا همش منبع درآمدزایی برای اهالی اینجا، برای ساکنین این شهر. بله دقیقاً همین شب داشتم فکر می‌کردم که این همه مثلا اینجا من شنیدم علیرضا مثلا اینا 4 ماه 5 ماه درآمدزایی میکنن و 5-6 ماه اصلا دیگه کار نمیکنن، یعنی دارن همونو میخورن. بله دیگه بیشتر در طول زمستان کمتری کشور میشه ولی انقدر درآمد دارن که تا بهار سر کن. میگن خب ما اصل درآمدیم یه فصل تابستونه و
حالا یه قسمتی هم دیده تو پاریس و بیشتر شاید همون 6-7 ماه میکنم، ولی انقدر درآمد دارن که بتونم به راحتی اون سال رو بگذرونم. خواهش نکردی. من ارتاقل میریش ارتاقل مدینی. آه ماشالله. های سنه اونجا مثلا؟ 1992. 1992 سال 1992 ایشون از مدرسه فارغ التحصیل شده رشته زبان انگلیسی رو خواند. من ازشون سوال کردم گفتم چقدر انگلیسی به خوبی صحبت میکنین؟ ایشون گفتن من خب اونجا انگلیسی خوندم، اینجا هم چون یه شهر توریستیه خب به هر حال افراد مختلفی هم که میان زبان اصلیشون انگلیسی است، ایشون با اونها چون خیلی مراوده داشته خیلی قشنگ صحبت میکنن. من 4 ساله رهبری کردم استانبول. رهبر تور هم بودن، یعنی 4 سال هم در تور لیدر سن. ای والا آفرین. ای والا تجربه لیسن. من کم بلدی فارسی. شما چطوری؟ قربان شما. آفرین آفرین. خب بینندگان عزیز میبینید که ایشون فارسی هم کمی بلده. واقعا من کم بلدی فارسی. خوب صحبت کنید. بله بفرمایید بشین. خیلی شما خوب آقا غذا خورده، ماهی هست، کباب هست اینجا. آفرین. خب ببینید خیلی جالبه، یعنی همین برای یک توریست ایرانی کفایت میکنه. بله کافیه. در این حد بتونه راهنمایی بکنه بسیار ایداله. الان من باشون ترکی صحبت کردم، ایشون دو تا قبل از من توریست انگلیسی زبان بودن داشت باشون انگلیسی صحبت میکرد. آفرین. الان ایشون خیلی هم چوب بگیزه نیست ماشاءالله. بگه فرانسه بیرم، آلمان جمعیرم، فرانسه بیرم. آه ببین حد داریم تازه میری برد. آفرین. آرکاداشم لطفا بیراز او کنش، او تاریخی اثر. بو تاریخی اون نده. Bu kaunus 1000 yıl evvel Mısır'da iki krallar varmış, iki kardeşi varmış. Biri büyük olan, bu da küçük olandı. Büyük bu ne diyor ki diyor, birbirine iyi değillermiş iki kardeş, birbirine iyi değillermiş. O buna diyor ki ben sana diyor asker veririm, insan veririm, gemi veririm, altın veririm, varlık veririm, git diyor kendine bir devlet kur kendine. Mısır'dan buraya kadar geze geze gemilerle gele gele burayı beğenmişler ve koymuşlar. Evet. Şimdi burada şehri var, antik şehri var. Gittiniz mi oraya? Yok, maalesef. Ya ben sadece götüreyim. Ben tuhafımda bunun şehri var orada. Antik şehri var. Oraya bu, şu karşıdaki kayıklar var biliyorsun, kürekli kayıklar. Doğru. Buradan kalkıyor, oraya gidersin, kayıkla gidersin, orada 15 dakika çekiyor. 15 dakika. 15 dakika yürürsünüz, orada fotoğraf çekersin, antik şehri de orada. Ve bunun kenarları da ayrıca kral mezarlıkları daha var yani. Bu mezardan hariç kral mezarlıkları daha var, yol boyunca. Onları görürsünüz, sen geri gelirsin, buraya geldiğiniz zaman da elini sallarsın, karşıdakiler gelip sizi tekrar... Küçük kayıklarla sizi getirirler buraya. Şimdi burası, bu suda depremden olmuştur yani zelzel olmuş. Buralar hep bağ. Bu Kaunus buraya bağ kurmuş, fabrikat şarap üretmiş ve Avrupa'yla ticaret yapmış. Yani bir daha da zengin olmuş. Bu sefer insanları genellikle içki içmişler bizim tarihine göre okuduğumuzda. Ondan sonra Avrupa'ya çoğu orada kalmış, geri gelmişler yani. Ondan sonra artık sonu bilemiyoruz yani. Buraya kadar bilgim var. Yani şurası da şeyden sonra, Zerzalı'dan sonra boş. Orası sonra da gidiyoruz. Zerzalı'dan sonunda. Doğru. Göl var. O göl de aynı zamanda depremden dolayı işte böyle Zerzalı'dan sebep o göl diye orası da gölün ortası şehirdir. Şehirdir. Normal burası düzdür. Anladım. Burası denize bağlı şimdi burası. 45 dakika bu tekne, halk tekneleri gidiyor. İstüzü plajına. İstüzü plajı dünyada 4. güzel plajıdır. Geniş, büyük. Bak kaplumbağalar da oraya sabahleyin şeyden geldiler, denizden geldiler. Bir kısım bir kenarında orada ince kumda yavrularını bırakıp yumurtaları bırakıp gidiyorlar denize.
Bizim de orada turist halkımız da gidip, turistler gidip sabah 5'te gidip onları ziyaret edip geliyorlar. Tamam. Böyle bir tur düzenliyor. Tercüman yapıyorum. Gostan ki dua sabahlar bizden ki az Mısır وارد اینجا شدم و یکیشون خیلی هم آدم درست حسابی نبوده بسیار جنگجو و اهل در بانهای اینکه بخواد مثلا کشورگشایی بکنه و دنبال مسائل اینچنینی باشه بود اینکه برادر گفته من به پول میدم امکانات میدم که در واقع بتونی بری جاهای دیگر رو هم مثلا بگیری و کارهای اینچنینی صحبت از دو تا برادره که اونها اومدن اینجا رو در واقع قدیمه؟ کاونوس آره به اسم کاونوس اینجا بنا کردن میگه این اثر فقط شامل اونجا نیست اون تپره ای رج میتونی آره آره معلوم میگن آره میگن یک شهر تاریخی بزرگتر اونجا وجود داره میریم میبینیم آره که اونجا در واقع اصل این وجه هست بعد اینجا رو همین دریاچه هم که اگر الان آره. میگه این دریاچه در اثر زلزله اینجا به وجود اومده اینجا دریاچه در کار نبوده یه ذره اون پایین تر یه مقداری رو به من گفتن که در اون دستر از اونجا در واقع یک دریاچه بوده که در اثر زلزله هر حال شاید سرازی شده وز شده بود دریا وز شده به اینجا ولی شهر اصلی اون داره که میگن اونجا حالا میریم میریم میبینیم خوشحال شدم گروشید گروشید انشاءالله تشکر ادیرم مجسمش همه جا هست تمام شهرهای ترکیه که برید شما مجسمه آتاتورک رو با افتخار میبینید مردم دوستش دارن بنیانگذار ترکیه نوین بله و به حق که خیلی زحمت کشته برای کشور ترکیه هنوز که هنوز بعد از گذشته بیرد بیش از 100 سال میشه بودن تقریبا آره دیگه بعد از سقوط امپراتوری عثمانی با تشکیل جمهوری دولت جمهوری تغییرات اساسی ایجاد هنوز که هنوز مردم دوستش دارن و بهش احترام بریم شان الان این جاده ما رو به کجا میرسونه؟ این دقیقا مسیری که البته از مسیری مختلف میتونیم به هتل هم میدونیم منتها این همون جاده ساحلیه که در واقع هتل ما هم جنب ساحله و ما مستقیم میریم توی هتل از بیسی هتل. بیسی هتل. بیسی سپا هتل. دالامان. دالایان. دالایان. این دالامان و دالایان نیست که من نزدیکم. دالایان. گرم سیری میشه دیگه کاکتوس نخل اینجا هم داره ولی الان فصل خوبیه خیلی هوا خوبه یه ساعت گرم میشه یه ساعت اونم مثلا فکر میکنم همون ملوش دوازده یک مابقیش دیگه هوا یک باد بسیار ملوش آره اینجا الان بی سی هتل بله اینجا حتی تابلو زنه دمیش آره 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 برو پویستر کن مرحبا اینجا آشپزخونه یه حاصل بد نیست از این قسمت مرحبا برم شام یه چیز خیلی جالب که بگم سبزیجات من نهیدم در جاهایی که
مثل ترکیه نه قدر سبزیجات استفاده میکنه. خیلی هم خوبه. آره حتی صبح در صبحانه هم دارن سبزیجات دارن. عاشق کشی رو اگر نداشتی از جور و جفا خبر نداشتی از خوبی تو شر رقیب نداشتی قربونت برم هر روز هفته عاشق کشی تو به کی رفته آه اگه کم فکر ناز بودی چه خوب بود یار عاشق نواز بودی چه خوب بود با من که از دل و جون تو رو میخوام مهربون و بساز بودی چه خوب بود قربونت برم هر روز هفته عاشق کشی تو به کی رفته اگه دست غرور هر جا با تو نبود به خدا مثل تو یه دنیا نبود قربونت برم هر روز هفته میره تا خواهی داره اینجوری میزه اینجا اینجوری میکنه تا زمین میرسه میره ازگیل ازگیل میگم آقای صدیق پور میبینی چه چشم اندازه زیبایی داره. آره داره اینه که این راسته از هر کجا که بخواهی بوده همون داره همه این نوار خیلی عالیه.
مرحبا. الان عکس هم میگیریم که بکیه حجر زنجب جاییه. اصلا ویوش علی رضا جان برای عکس گرفتن عالیه. حالا شما امتحان میکنیم بده به من یه عکس ازت بگیرم یا بده علی آقا شما بگیر یه عکس ازت بگیر. شما بگید با هم بایستید دیگه. نه اول تکیه ازت بگیر بعد من میرم. بسیار زاویه زیبایی اینجا. بعد زیر سایه سار درختان زیبا. بله عالی مرسی. چه گوره با عالی زنگوله چه چشم انداز بشن. بله سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا.